خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرام. متاسفانه صبح دیروز ساعتهای تقریبا 2:30 تا 3 یه ایرانی به جرم داشتن پاسپورت جعلی تو فرودگاه ارجان دستگیر میشه. بنا به گفته خود ایشون کاملا قانونی وارد شده و اینجا یه پاس جعلی بلژیکی تهیه کرده و میخواسته بره استانبول و بعد هم آلمان. با یکی دو تا ایرانی صحبت میکرده که بهش گفتن بیا قبرس شمالی و ما ردت میکنیم. حتی موقعی که این پاسپورت جعلی رو جلوی فرودگاه بهش تحویل میدن خودش هم شک میکنه و میگه اصلا عکس این پاسپورت شبیه من نیست، ولی خب اون افراد قانعش میکنن که اصلا نگران نباش و همه چیز هماهنگه، تا اینکه بالاخره این فرد دستگیر میشه. ایشون که تکلیفش معلومه، زندانی میشه، جریمه میشه و در آخر هم دیپورت. اما اون شیادایی که این بلا رو سر این فرد و خیلی های دیگه میارن کجا؟ همین افراد به بهانه رد کردن از مرز پول زیادی از ایرانی ها میگیرن و میبرنشون لب مرز، میگن همینجا وایستین، ما میریم اون طرف بعد میایم دنبالت. و با همین روش خیلی ها کلاه میره سرشون و دستگیر میشن. عزیزانی که تو ایران هستید لطفاً گول این حرفا رو نخورید و الکی پول و عمرتون رو هدر ندید و متاسفانه به راحتی این افراد توی کانال‌های تلگرامی همین قبرس شمالی هم دارن تبلیغ میکنن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اتمام جلسه هیئت دولت در کاخ ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای اعلام کرده با قدم هایی که ترکیه خواهد برداشت روابط اقتصادی، بازرگانی و انسانی این کشور با قبرس شمالی بیش از پیش تحکیم خواهد یافت. افزایش قیمت برای بسیاری از محصولات به ویژه محصولات غذایی و اساسی همچنان در قبرس شمالی ادامه داره. از صبح امروز قیمت نون از 10 لیر به 12 لیر افزایش پیدا کرده و همچنین قیمت سیگار هم 5 لیر گرانتر شده. آقای صلاحی شاهینر نماینده پارلمان و عضو حزب جمهوری خواه ترک اعلام کرده بودجه‌ای که ما در مجلس در حال تصویب اون هستیم نشان از پر بودن خزانه دولت داره، در حالی که مردم فقیرن. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکل 13 تا 21 درجه، نیکوزیا 10 تا 20، گیرنه 12 تا 21، لفکه 13 تا 23، پافوس 14 تا 23، لیماسول 11 تا 22، لارناکا 12 تا 24 و کارپاز 13 تا 18 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که هرچه بیشتر طرز کار دنیا و مردم رو بفهمی یه چیز بیشتر از قبل شوکت میکنه، اینکه این طرز کار هم مایوس کننده است و هم هیجان انگیز. مایوس کننده است چون سهم کارهای احمقانه توی این طرز کار خیلی بالاست و هیجان انگیزه چون با وجود سهم بالای کارهای احمقانه کارهای بزرگ و معجزه آوری هم انجام میشه. رویا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.